شهر رمضان الذي أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد مولانا سيدنا وإمامنا وهادينا بالحق الحجة ابن الحسن المهدي يا صاحب الزمان گاه گاهی به نگاهی دل ما را دریا گاه گاهی به نگاهی دل ما را دریا جان به لب آمد از درد خدا را دریا اگر از دولت وصل تو مرا نیست نصیب گاه گاهی به نگاهی دل ما را دریا یا صاحب الزمان به امیدی به سر کوی تو رو شهریارا به در خیش گدارا دریاب شهریارا به در خیش گدارا دریاب یا ابن الحسن 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 تا
دلم بار غم عشق به منزل فکند، شه سوارا من افتاد ز پارا دریاب روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم کالفدا، وعجل الله تعالی لک الفرج. برای سلامتی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام، خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها، جد بزرگوارشون مولا امیر المؤمنین علیه السلام حضرت امام مجتبی و حضرت ابا عبدالله علیهم السلام، اولاد و اصحاب حضرت سید الشهدا، بالاخص به محضر مبارک حضرت امام سجاد و حضرت امام هشتم زینبین علیهم السلام و به محضر مبارک حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام صلوات بفرست. حرائز ما امروز در آیاتی از جزء 26 قرآن می باشد. در این جزء از قرآن که سوره های احقاف، محمد صلی الله علیه و آله و سلم فتح، حجرات، قاف و ضاریات، قسمتی از سوره ضاریات در این جزء از قرآن قرار گرفته. آیات بسیار مهمی در این سوره شریف وجود دارد و ما بنابر مقدار وقتی که داریم بعضی از این آیات رو خدمت شما عرضه می داریم. بعضی از آیات آیاتی است که زیادتر نسبت بهش صحبت شده، ولی به خاطر اهمیتش ما بیان می کنیم و بعضیش کمتر روش توجه شده است که انشاءالله برای خودم و دوستان اهل بیت مایه تذکر خواهد بود. از آیات سوره احقاف که امام صادق فرمودن این سوره رو هر کس هر شب یا هر روز جمعه تلاوت کند، خداوند تبارک و تعالی وحشت دنیا و آخرت او رو از بین میبرد و از فزع روز قیامت او رو در امان خواهد داشت. آیه 13 و 14 این سوره از مهمترین آیات این سوره است. خداوند چنین بیان می فرماید: بارها این آیه رو به مناسبت‌های مختلف شنیده ایم، اما در دوران آخر الزمان خیلی تأکید شده روی این مسئله‌ای که تو این آیه مطرح شده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. خداوند می فرماد خب خیلی ها اومدن ایمان آوردن، اما همه کس استقامت تو این راه نکردند.
اگر کسی استقامت کند، خداوند خوف را از او برخواهد داشت و حزن را از او برخواهد داشت، حزن و خوفی در قیامت نخواهد داشت. اصحاب بهشت خواهند بود به خاطر آنچه که انجام داده اند. اینجا یه مقداری دقت میخواد. خداوند اول آیه، آیه 13 و 14 همه، اول آیه درباره اعتقادات صحبت میکنه، آخر آیه 14 هم به ما کانو یعملون درباره عمل صحبت میکنه. حالان که ظاهره دو تا آیه را پشت سر هم ببینیم، خب اول که اعتقادات را میفرماد، آخرش هم باید به اعتقادات ختم بشه، ولی بدون اینکه خدا اینا را جدا کنه از هم در آمیخته. میفرماد دوی ایمان آوردن ولی همه کس مقاومت نکرد. در زمان رسول الله و این مسئله دائما در حال تکراره. یه دمیان اول توی مسیر حق، بعد از مسیر خارج میشن. علتش هم اینه، خداوند طبق آیات قرآن هیچ وقت ما را از امتحان معاف نمی کند. دائم در حال امتحان دادنیم. امتحانات خدا هم این طور نیست که هر دفعه از دفعه قبل آسان تر باشد، بلکه چون کلاس کار ما میره بالاتر، خداوند امتحاناتش را سخت تر می کنه. حالا می فرماد اگر چنین کردن، عده‌ای اومدن مقاومت کردن، ایمان خودشون رو حفظ کردن، پا خدا وایسادن، استقامت کردن، خوف و حزن را از اونا بر می داریم. اینا اصحاب بهشتن و جزایی که به اونا می دیم به خاطر عملیه که انجام دادن. اینجا خیلی نکته است که خدا اعتقادات تنها را نمی خواهد. نمیگم اعتقادات تنها فایده ای ندارد، چرا، فایده دارد، اما آنچه که خدا از ما میخواد و موجب میشود خوف و حزن از ما برطرف بشه و موجب میشود در بهشت برای همیشه جاودانه باشیم، اعتقاد همراه با عمله. روایات مختلفی در ذیل این آیه شریفه هست که فرمودن این استقامت که خدا می فرماد کسانی که استقامت کردن وقتی گفتن خدا دیگه پاکار وایسادن، این استقامت، استقام و علا ولایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. افراد مختلف شدن، یه دهی تا رسید به ولای مولا دیگه پارا پیش نگذاشتن، استقامت نکردن، پارا عقب گذاشتن، اومدن صریح به پیغمبر گفتن تا اینجا را قبول داشتیم، از اینجا به بعد قبول نداریم. یه دهی که اینا مورد لعنت واقع شدند و نمونه اونها اون فهریه ملعون بود که سنگ از آسمان نازل شد برای او در قدیر خم و نابود شد. عده‌ای آمدن ایمان آوردن به حسب ظاهر، گفتن خیلی خوب قبول، اما بعد از شهادت پیغمبر سست شدن. عده‌ای بعد از شهادت پیغمبرم در ظاهر داشتن، در زمان معاویه سست شدن علیه اللعنت و العذاب. همینطور مرحله به مرحله خدا، یه عده‌ای در جنگ جمل سست شدن، همین تو خدا مرحله به مرحله سخت تر کرده. این است همشون میگفتن خدا را قبول داریم، همشون هم میگفتن نماز میخوانیم، پس این استقامت کجاست؟ همونی که در روایت استقامت بر ولایت امیرالمؤمنین. اما فقط اعتقاد نه، عرض کردم آخر آیه 14 همه همین سوره میفرماد به ما کانو یعملون، این اعتقاد باید به عمل کشیده شود. شیعه عملی امیرالمؤمنین، نه تنها حرف، نه تنها اعتقاد. این یک آیه.
مورد دیگر آیه 29 تا آیه 32 این سوره است، سوره شریفه. چنین می‌فرماید خدا: و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. پیامبر از یه جایی بر میگشتن، یه عده از اجنه اینجا جمع بودن از قبل، از مؤمنین به تورات و انجیل. پیامبر به اینجا رسیدن، شروع کردن قرآن خواندن. اینا کاملا گوش دادند. دقت بفرمان آیه رو، خداوند میفرماد که یستمعون القرآن، با دقت گوش دادن. در آیات بعدی، دو تا آیه بعدی هم که در همین زمینه هست، وقتی اینا صحبت کردن، صحبت سر انصات بود، گوش دادن دقیق آیات. اینا گفتن، وقتی خوب گوش دادن، تازه گفتن قالو انصتوا. به هم دیگه اجنه نمی گفتن ساکت باشید تا بتونیم دقیق گوش بدیم. وقتی کامل گوش دادن آیاتی که پیغمبر خوندن، اینا برگشتن پیش عده دیگری از اجنه، پیش قوم خودشون، و گفتن این مطلب را: قالو یا قومنا، یا قومنا، انا سمعنا کتابا، ما چیزایی رو شنیدیم که انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه، شبیه همون چیزایی که به موسی نازل شده بود، تصدیق همون چیزایی که بر موسی نازل شده بود، یهدی الی الحق، چیزایی که ما شنیدیم ما را به سوی حق هدایت می کند، و الی طریق مستقیم. گوش دادن، ایمان آوردن به دست پیغمبر، برگشتن پیش قوم خودشون و چنین گفتن: یا قومنا، یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب الیم. یا قومنا اجیبوا داعی الله، اجابت کنید اون کسی را که داره دعوت می کند شما را به سوی خدا، نه به سوی خودش. متاسفانه الان عرفان هایی که هست و از راه داره مردم را به در می کند، خوب که دقت کنید دعوت به خود است. چنانچه بزرگانشون در 400 500 یا حدوده 700 800 سال قبل، خوب که میخواستن ادعاهاشون رو بالا ببرند و صحبت کنند برای مریدانشون و به قول خودشون اسرار مگو را بگویند، میگفتن لیس فی جبتی الا الله، تو این لباس من الا خدا کسی دیگه نیست. خودشون که فقط بودن تو لباسشون، پس الا تو لباسی من الا خدا نیست، یعنی من خدا، با عبارات مختلف. پس دعوت به سوی حق نکردن، به سوی خودشون میکردن. اینا گفتن دریابید و اجابت کنید داعی الله را، این یکی از القاب پیغمبره، تا حالا هم هست. اجابت کردنم به اینه که حرف این پیغمبر را بعد از آنی که خوب گوش دادیم و فهمیدیم چه مطالب بلندی دارد، دیگه تخلف نباید بکنیم. اهل بیت ما علیهم السلام یکی پس از دیگری داعی الله هن.
ولی بیش از همه اون کسی که چون دعوت کردن به سوی خدا باید با نشانه باشد دیگه، یه کسی که بیش از همه تو معصومین علیهم السلام نشانه هاش تا دعوت می کرد و تا حالا داره دعوت می کند به سوی خدا خیلی واضحه، هیچ کس نمیتونه بگه نفهمیدم ندونستم، همه رو مورد تحت تأثیر خودش قرار میدهد. و ما وقتی به زیارت کربلای او میرویم، ظاهرا در زیارت یکی از زیارت های اربعین اگر اشتباه نکنم، باید زائر 7 مرتبه بگوید لبیک داعی الله. حسین جان 1400 سال پیش از این تو ما را صدا زدی، هل من ناصر ینصرنی. تا حالا بعد از این 1400 اندی سال ما باید بریم بگیم لبیک داعی الله، یعنی هنوز شما داری به سوی خدا دعوت میکنی. کافیست کسی لحظاتی تو فکر برنامه های کربلای امام حسین بره. کسی نمیتونه بگه من حق را از راه امام حسین نمیفهمم، ممکنه از راه های دیگر شکی شبهی چیزی براش پیش بیاد، ولی تو کار امام حسین ابدا اصلا. بالاترین آدم ها از نظر فکری، پایین ترین اونا از نظر فکری، همشون در مقابل برنامه سید الشهدا سر فرود آوردن، مبهوتن، نه فقط مسلمون ها، غیر مسلمون هاش هم مبهوتن. اگه زیر بار نمی روان ایمان بیاورن به جد این بزرگوار و مسلمان بشن، اما میگن ما خود این آقا را به عنوان یک الگو برای خودمون قرار داده ایم، اگرچه خیلیشون هم در باطن خودشون ایمان آوردن. بعضی مثل گاندی را نقل میکنن، کلماتی در ظاهر دارد ولی در واقع هم میگن ایمان آورد، بنابر مصالحی نمیتونه ظاهر کنه، میدونن کجا چه خبره. تو طول تاریخ هیچ مسیری یا از هیچ طریقی از طرق اهل بیت علیهم السلام به اندازه راه امام حسین کسی به طرف حق دعوت نشده، حق را نشناخته. اما برای چه کسی؟ برای اون کسی که بخواهد بفهمه. این اجنه آمدن کامل شنیدن حرفای پیغمبر را، حتی بعضشون لابلای خوندن پیغمبر اومدن با هم صحبت کنن، یه عدهشون گفتن قالو انستو، گوش بدید، سکوت کنید تا کاملا بفهمید. کسی بخواد دنبال حق باشد ممکن نیست خدا او را راهنمایی نکنند، مخصوصا از طریق سید الشهدا علیه السلام. و لذا خدا بین همه اهل بیت، همشون چراغ هدایتن، اما نام امام حسین را به ساق عرش خودش به عنوان مصباح الهدا نوشته، چون همه گانیه، راه خصوصی نیست، راه عمومیه، هر کس چشمشو بندازه بالا میبینه، فقط باید سرشو بیارد بالا، سرشو بخواد بکنه زیری به حرفا نه نمیفهم، سرشو باید بیارد بالا تا با تمام وجود بفهمد و درک کند. بعد اینا گفتن آمنو یا قومنا عجیبو داعی الله، دقیقا همین برنامه بر اهل بیت ما هست، همین برنامه‌ای که برای پیغمبر هست برای اهل بیت پیغمبر هم هست. این اجنه به قومشون، به گروهشون گفتن دعوت پیغمبر را بپذیرید، آمنو به، یغفر لکم من ذنوبکم، خدا اول شما را میامرزه، بعدم از آتش دردناک جهنم و عذاب دردناک جهنم خدا شما را نجات میده. و من لا یجب داعی الله، اما بدانید اگر کسی این دعوت کننده را اجابت نکرد، حرفش را قبول نکرد، به دستوراتش عمل نکرد، فلیس به معجز فل ارض، کاری که نمیتونه بکنه، ولیس له من دونه اولیا، کسی نمیتونه برای او دوستی باشد و یار و یاوری باشد، اولئک فی ضلال مبین، در گمراهی مبین و آشکار است. اون کسی که حق را بفهمد و باز بخواد زیر بار نره، یا حق میان براش بگن اما میخواد گوش نده،
پناه بر خدا. وارد می شویم به سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق فرمودن هر کس این سوره را قرائت کند، مطالبی رو بیان فرمودن، یکی چند موردش من عرض می کنم. حضرت فرمودن دیگه شک نخواهد کرد، البته پیداست، نه قرائت ظاهری، قرائت دقیق، چون اهل بیت فرمودن این سوره یه آیش درباره ماست، یه آیش درباره دشمنان ما، دقیق بشه، آیات رو بفهمد، روایاتی که تحت این آیات هست در نظر بگیرد، این آدم شک نمی کنه در دین خودش هرگز. در اواخر روایت حضرت می فرمان و یکون فی امان الله، در امان خدا خواهد بود و در امان محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. امام صادق علیه السلام نوید دادن به این که کسی که این سوره شریفه رو با قرائت کند، با دقت، با حواس جمعی، با اعتقاد، این آدم کسی خواهد بود که خدا و پیغمبر خدا هر کدام او را به طور خاص حفظش خواهند کرد، در امان قرارش خواهند داد. من آیه اول و دوم این سوره رو خدمت شما عرض می دارم. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کسانی که بیان کافر بشن و جلوی راه خدا را بگیرن، هر عملی انجام دادن اعمالشون نابود خواهد شد، هر چقدری هم یه سری کارهای ظاهرا خیری بکنن، اما اگر آمده است با حرفش، با عملش کاری کرده جلوی راه خدا را بگیرد، خدا اعمال این آدم را نابود میکنه. پناه بر خدا که در این دوران آخر الزمان گاهی ما تو معاملاتمون، تو معاشرت‌های مختلفمون طوری عمل می‌کنیم که جوانامون بگن اگه اینه دینداری، اگه اینه رفتن تو مسجد، اگه اینه رفتن تو هیئت، پس نمی‌خوایم اصلا. اگرچه من دارم میام تو هیئت و مسجد، اما اگر کاری کردم که یه جوانی این طور بریده شود از دین به خاطر خلافکاری من، این آیه شامل حال من می شود. من جلو راه خدا را گرفتم، عمل خوبی هم اگر انجام دادم، خدا می فرماد اول اعمال، نابود میشه عمل این آدم. بعد در مقابلش می فرماد خدا والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر ایمان و عمل صالح با هم همراه شد و آمنو، خیلی دوباره جالب اینجا دقت می خواهد، خدا می فرماد کسانی که ایمان بیارند عمل صالح، خیلی خوب، بعد به طور خاص می فرماد و آمنو به ما نزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ایمان و عمل صالح تنها نه، بلکه ایمان به یه سری چیزای خاصی که بر پیغمبر نازل شد. همین تو بگم من پیغمبر رو قبول دارم، خدا قبول نداره، خدا میگه من این نوع حرف زدن قبول نمی کنم. ایمانی که آوردین به پیغمبر باید یه ایمان خاص به پیغمبرم داشته باشید، و این که هوال حق، آنچه که بر پیغمبر نازل شده است اون حق است و از جانب خداست.
اگر چنین شد، چنین ایمانی آوردید و اون ایمان خصوصیه را آوردید، کفر عنهم سیئاتهم، گناهانشون خدا میامرزد و اصلح بالهم، کاراشون خدا اصلاح میکنه. خب ایمان اولیه و عمل صالح هم در ادامهش، اون چیزی که خدا میفرماد آمنو به ما نزل علی رسول الله، حالا نام خاص پیغمبر میاره خدا، چه چیزی بر پیغمبر به طور خاص نازل شده که ما باید بهش ایمان بیاوریم؟ در روایت امام صادق علیه السلام میفرمان به ما نزل علی محمد فی علی، هرچه درباره امیرالمؤمنین خدا به طور خاص نازل کرده باید بهش ایمان بیارید. خدای تو را قبول داریم، پیغمبرت را قبول داریم، عملمون هم عمل صالح، اومدن گفتن به پیغمبر، ولی این چیزایی که درباره علی ابن ابی طالب میگی اینا را فاکتور بگیر برای ما، خدا قبول نمیکنه. همش تو همین برنامه رمز و تمام فوت و فن کارای ایمانی که باید به خدا آورد تو همین برنامه ایمان به برنامه های امیرالمؤمنین علیه السلام. در روایت دیگری هست ثبات در ولایت امیرالمؤمنین، این ایمان به آنچه که خدا آورده اصل و نازل کرده به طور خاص بر پیغمبر، ثبوت و پایداری در راه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و اما در آیه 14 این سوره شریفه خداوند چنین می‌فرماید: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خداوند دو نفر رو یا دو تا گروه رو معرفی میکنه. یه عده‌ای کسانی که همین طوری دنبال چیزی نمیره، حتما بیانه و دلیل روشنی از خدا میخوان تا یه چیز را قبول کنن، تا دنبالش برن. افمن کان علی بینه من ربه، اون که دلیل متقن و آشکار برای خودش داره، هر کاری که میخواد انجام بده میگه به این دلیل، به واسطه این آیه قرآن، این روایت از پیغمبر، همینطوری حرف نمیزنه. در مقابلش کسانی هستن که اینا دنبال دلخواه های خودشون میرن. عجیب اینه، بارها این چند وقت تو این آیاتی این چنینی داشتیم که خداوند میفرماد عمل بد اونا براشون زینت میشه، فکر میکنن کار خوبی انجام میدن. خدا میفرماد آیا این دو گروه با هم مساویه؟ یک، کسی که دنبال هر چیزی میره رو بیانه خداییست، این کار انجام میدم چون خدا فرموده، به این دلیل آیه قرآن، به این گفته پیغمبر، تا اونایی که میگن نه هر کار دلمون میخواد انجام بدیم، میتابونن برنامه رو دلخواه خودشون، اینا یکی هستن. خدا میفرمان نه، اینا رو مساوی ندانید، یکی ندانید. در تفسیر این آیه شریفه خیلی سریع میگم و رد میشم، قسمت اول آیه افمن کان علی بینه من ربه، مولا امیرالمؤمنین علیه السلام، و اون کسانی که دنبال دلخواهشون رفتن و فکر کردن کار درستی به حسب ظاهر خودشون، بدی اعمالشون براشون زینت گردیده شد که طبق آیات دیگر قرآن این کار توسط شیطان انجام می شود، الذین غصبوه، کسانی که حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردن. خدا می فرماد آیا این دو نفر، این دو گروه با هم مساویان؟ به علی ابن ابی طالب اگر بگی شما به چه دلیل میگی من جانشین پیغمبرم؟ صدها و هزارها دلیل امیرالمؤمنین دارن.
اما به قاصبین حق امیرالمؤمنین، اگر گفتیم به چه دلیل شما جانشین پیغمبر شدید؟ یکیشون اومد نام نویش برا باباش اولی، که بله این نام از طرف خلیفت و رسول الله هست. دقت کنید رو جملات، از طرف خلیفه رسول الله هست به پدرش. پدر توی شهر دیگه بود، پدرش تو طائف بود. پدر، مردم جمع شدن، من انتخاب کردن. جواب نامه رو نویش پدرش، پدر برای فرزندش نویش. این نامه از طرف یک انسان احمق به من رسید. چرا که اول نامه اش با آخر نامه اش با هم مخالفه. تو اگر خلیفه تو رسول اللهی، پس چرا میگوی مردم انتخابم کردن؟ اگه مردم انتخابت کردن، پس چرا میگوی خلیفه رسول الله؟ حرف حسابی هم جواب نداره. بعدم اومد مدینه پدرش، گفت تو رو چرا انتخابت کردن؟ گفت من بزرگتر از همه بودم. گفت خب من بابا ده، اگه بنام به بزرگتریه. زینه لهو سوء و عمله، کار خلاف انجام داده، فکر کرده خیلی کار خوبی انجام داده. وقت در مقابل اون بزرگواری که فقط یک دلیلشون در بین هزاران دلیل، یه دلیلشون 120,000 نفر شاهدش بودن، فقط تو یه دلیلشون 120,000 شاهد داشته. آیه 29 و 30 این سوره شریفه، خداوند تبارک و تعالی درباره چینه صحبت میکنه. البته به طور خاص روایات داریم که در چه موضوعی بوده، اما به طور عامش رو من عرض میکنم. اگر با کسی ناراحتی داریم، نباید بگذاریم به حد کینه برسد، و اگر خدای ناکرده به حد کین رسید، نباید بگذاریم این کین بیرون ریخته شه و خودش را تو چیزای مختلف نشون بده، به غیبت اون شخص، به تهمت زدن به اون شخص و غیره. مضافه بر این که خدا می‌فرماد اگه گذاشتی تبدیل به کین بشود، نمیتونه دیگه مخفیش کنی، خواه نخواه میرزه بیرون. لذا از اول جلویه اون ناراحتیت رو بگیر، به حد کینه و دشمنی آنچنانی نگذاری برسه. می‌فرماد خداوند این چنین: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم. يا رسول الله، یه عده‌ای هم قلبشون مریضه، اینایی که کینه دارن قلبشون مریضه. چرا ما وقتی قلب ظاهرمون یخته درد میکنه فوراً میریم دکتر، اکو، نوار، تست ورزش، قرص بخورم، چه کنم چه نکنم؟ اما این قلب اگر کین درش آمد، اونا مریض نمیدانیم و چیزی نمیپنداریم که بده. چرا نمیریم از یه نفر بریم بشینیم باش مشورت کنیم؟ آقا من از دست یه نفر ناراحتم، دلم میخواد این ناراحتی بیاد بیرون. بعضیمون متاسفانه حتی دلمون نمیخواد ناراحتی از دلمون بیاد بیرون، و کسی هم نابود نمیکنیم الا خودمون رو نابود میکنیم. به هر حال خدا میفرماد اینا مریض قلبشون، یقیناً هم خواهند ریخ بیرون. برنامه کار خدا این چنین است، این کینه رو میریزن بیرون.
خدا به پیغمبر میفرماد اگر بخوایم نشونت میدیم، نشونت میدیم تا بشناسیشون. منافقینی دور پیغمبر بودن، همه اطرافیان پیغمبر که مارک اصحاب پیغمبر بهشون خورده که اینا خوب آدمایی نبودن. طبق گفته شیعه را کاری ندارم، خود اهل سنت اگر اینا بخوان بگن تمام اصحاب پیغمبر خوب بودن، پس منافقین کجا بودن؟ غیر اینه که منافق کسی است که ظاهرش با ایمان نشون میده، باطنش کافر. به هر حال دنبال دور برای پیغمبر بودن. خدا میفرماد اگر بخوایم نشونت بدیم میتوانیم، اما کافی است تو به لحن قول اینا توجه کنی، به طرز حرف زدنشون توجه کنی، به چیزایی که میگن توجه کنی. اینا میگردند و میگردند، یه نوع اراده خاص، یه نوع ضربه یه خاصه میزنن. این نیست که هر کدومشون یه آهنگی بزنن، یه جوری خاصیه. همشون هم یه نشونه دارن. اگه دقت کنی همشون از همون یه نشونه میشناسی. حالا پیغمبر که میشناختن، از روایت حالا معلوم میشه که پیغمبر برای اصحاب خاصشون میخواستن بفرماین تا اونا بشناسن. پیغمبر به علم الهی همه رو میشناخت. خدا میفرماد خدا اعمال اینا شماها را میداند. ابو سعید خدری یکی از اصحاب خاص پیغمبر میگه این لحن قولی که خدا فرمود به پیغمبر، اگر دقت تو حرف زدنشون بکنی میفهمی که اینا منافقین کیا هستن، این فی قلوبهم مرض کیا هستن، اینا که کینه به دل دارن کیا هستند. ابو سعید خدری و چند نفر از اصحاب خاص پیغمبر این روایت نقل میکنن که ما فهمیده بودیم و پیغمبر بهشون فرموده بودن که اون نشونه چیست؟ لحن القول بغضهم علی ابن ابی طالب، نسبت به مولا بغض داشتن اینا. نشونشون این بود منافقین تو مدینه، تا حرف میشد بن هر عنوانی و هر حرفی می کشوندن حرف را که یه جاش یه ضربه به امیرالمومنین بزنن. خدا می فرماد نشونه منافقین، نشونه اون کسانی که مریض قلبشون دور برای تو همینه. فقط مال اون وقت بود یا حالا هم هست؟ کسی که چوبلا چرخ برنامه امیرالمومنین بکنه. حالا چه درباره فضائل امیرالمومنین چه دیگر برنامه ها بخوان همینطور مطب خشخاش تو بعضی مسائل بگذارن. و اما سوره فتح. سوره فتح از سوره عجیبه قرآنه، چرا که خداوند تبارک و تعالی درباره چند مورد من جمله جریان بیعت رضوان که در جریان صلح حدیبیه واقع شد، خدا درباره این مطلب تو این سوره شریفه صحبت می کند. تو آیه 10 میگذرم. به هر حال یه عده‌ای از کسانی که دنبال خود پیغمبر بودن تو زمانی که پیغمبر اومدن به طرف مکه، رسیدن به مکه، نزدیکی مکه، جلو پیغمبر رو گرفتن کفار. پیغمبر مجبوره به صلح با اونا شدن، بعد با اصحابشون در زیر درختی بیعت کردند. یه عده‌ای هم طبق گفته خود اهل سنت همونجا گفتن که ما تا حالا اینقدر شک به پیغمبر نکرده بودیم، حالا دیگه شک کردیم کامل که این پیغمبر اصلا چه حرفی داره میزنه، از خودش میزنه یا از خدا. بریم دنبالش تا ببینیم به کجا سر در میاریم. در آیه 29 از این سوره شریفه خداوند درباره اصحاب پیغمبر صحبت میکنه. این آیه رم
تا به حال بارها شنیدیم، ولی باید بدانیم ما اگر میخواییم مسلمان واقعی باشیم چه صفاتی باید داشته باشیم. خداوند چنین شروع میکنه آیه 29 سوره فتح را. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. پیامبر فرستاده خدایند، کسانی که با ایشانند حقیقتا اصحاب حقیقی پیغمبر، نسبت به کفار خیلی شدیدن، کوتاه نمیان، اما بین خودشون مسلمونا فوق العاده نسبت به هم ترحم میکنن. آیا ما چنین هستیم یا با دشمنانمون بیشتر دوستی میکنیم؟ بین خودشون رحمت دارن به هم، ترحم میکنن به هم. تراهم رو کن سجدا، اونا رو دائم در حال عبادت میبینی، یعنی هر وقت فرصتی پیدا کنن عبادت میکنن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از فضل خدا طلب میکنن، دنبال فضل خدا و دنبال اینکه هر جوری هست رضایت خدا رو به دست بیاورن. کسی که میخواد رضایت خدا رو به دست بیاره دیگه دنبال دل خواه خودش نمیره. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، آثار سجده در پیشانی اونها هست. اینها در تورات و در انجیل خداوند مثلشون رو بیان فرموده، اصحاب و امت خاص پیغمبر رو که این چنین صفاتی دارن خدا دربارشون تو تورات و انجیل حتی صحبت فرموده که اینا چگونه ان، مانند زراعتی هستن که جوانه هاش بیرون آمده سپس تقویت کرده خودش را تا محکم شده و روی پای خودش ایستاده است و به هیچ عنوان تزلزلی درش نیست. حالا میگذرم از این مثال، کسانی که میخوان مراجعه کنن بهش، تا آخر آیه خدا میفرماند وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این چنین اصحاب پیغمبر که ایمان و عمل صالح دارند برای اونها مغفرت و اجر عظیمی است. خداوند توی سوره فتح آیه 29 صفات اصحاب خاص پیغمبر، امت واقعی پیغمبر رو بیان کرد. با کفار شدید برخورد میکنن، یعنی زیر بار، نه اینکه دعوا بخوان بکنن، زیر بارشون نمیرن، کوتاه نمیان در اعتقادات در مقابل اونها. بین خودشون ترحم به هم دیگر میکنن، عباداتشون که سر جای خود دنبال رضایت خدا و فضل خدا هستن، لذا دستشون به مال کسی آلوده نمیشود، هر کاری میکنن رضایت خدا را میخوان. آثار سجده در پیشانی اونا هست، عمل صالح و ایمانشون سر جاست و خدا میفرماد مغفرت و اجر بزرگ من برای اونا خواهد بود. اما یه روایت از اهل سنت ذیل این آیه بخوانم، روایت از شیعه نیست، از اهل سنت، ابوالحسن ابن مغازلی شافعی خودش با اسنادی که آورده ذکر می کند، از سعید ابن جبیر، از ابن عباس
که یه عده‌ای خدمت پیغمبر آمدن عرض کردن یا رسول الله این آیه درباره کیست؟ خدا فرمود محمد رسول خداست و الذین معه، کسانی که با او هستند. یادتون باشه روزای اول درباره معیت و همگام بودن با پیغمبر عرایزی رو داشتم و آل پیغمبر با پیغمبر، یعنی به هیچ عنوان جدا از پیغمبر نمیشن و این اون صفاتی که حالا عرض کردیم دارن. گفتن یا رسول الله این آیه درباره کی نازل شد؟ پیغمبر چنین فرمودن اذا کان یوم القیامه، روز قیامت که فرارسد، عقد لواء من نور ابیض و نادا منادن، یه پرچم سفید رنگ بسیار نورانی به پا داشته می شود، منادی خدا صدا می زند لیقم سید المؤمنین، بایستد آقای مؤمنین، سرور مؤمنین بایستد، و معهو الذین آمنوا بعد بعث محمد، و دنباله سید مؤمنین بایستد هر کس ایمان آورده است به پیغمبر بعد از پیغمبر، که انشالله شامل حال ما امیدواریم بشه. سید المؤمنین کیست که می ایستد بعد از این ندایی که بلند میشه از جانب منادی خدا؟ پیغمبر میفرمان فیقوم علی ابن ابی طالب، علی می ایستد، فیعط اللواء من النور الابیض بیده، اون ملک حالا یا هر کس یا داده میشه حالا از جانب خدا اون لواء و اون پرچمی که از نور سفید رنگی است به دست مولا داده میشود. زیر این پرچم جمیع سابقین اولین از مهاجرین و انصار اینا همه جمع خواهند شد، هر کس سبقت گرفته به ایمان آوردن به پیغمبر. پیغمبر میفرمان لا یخالطهم غیرهم، کسی مخلوط با اینا نمیشود، مال پیشگامان در ایمان است، که یه مقداری ما باز در این بار قبلا هم عرایزی رو داشته ایم که نه این فقط مربوط باشد به مسلمانان اولیه، بعدش هم هست، اما کسانی که پیش رو باشن هر کس در زمان خودش نسبت به اهل بیت و پیامبر، حتی یجلس علی منبر من نور رب العزه، امیرالمؤمنین میشینن روی منبری از نور که خود خداوند صاحب عزت، این منبر مال خداست، پیغمبر امیرالمؤمنین میشینن روی این منبر و تک تک افراد باید بیان در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام و یعرض الجمیع علیه رجلا رجلا، تک تک اینا باید بیان در مقابل مولا، فیعطیه اجره و نوره، اجر هر کسی را امیرالمؤمنین باید بدن، نور هر کسی را امیرالمؤمنین باید بدن. کدوم نور؟ نوری که در آیات دیگر خدا می‌فرماد که اینا تا نورشون رو گرفتن میان برن به طرف بهشت، جهنمیا که دورشون ظلمت، این نور تو پیشانی شیعیان مولا قرار میگیره، جلوی پای اونا را روشن میکنه که بتونن برن به طرف بهشت، جهنمیا که تاریکند و اطرافشون تاریکه میگن رودونو برگردون ما از این نور استفاده کنیم. تا این درخواست میکنن خدا یه مانعی بین اینا، یه دیواری بین اینا قرار میده که نتونن از نور شیعیان مولا استفاده کنن. وقتی که به آخرین نفر به اونها میرسد، به اونها گفته میشود صفات خودتون رو دانستید، اجر خودتون رو دانستید، اینم منازل شماست در بهشت. ان ربکم یقول، خدای شما فرموده، ان لکم عندی مغفره و اجرا عظیما، هم مغفرت من همین که آخر آیه اومده شامل حال شما خواهد بود، هم این که اجر عظیم خواهد بود. فیقوم علیون، بعد مولا از روی این منبر بلند میشن، و القوم تحت لوائه، این گروه
از موالیان امیرالمؤمنین دنبال مولا زیر این پرچم حرکت خواهند کرد. یدخل بهم الجنه، امیرالمؤمنین اینا را وارد بهشتشون میکنن، خودشون نمیرن، مولا اینا را وارد بهشتشون میکنن. سپس مولا دوباره بر میگردن، یعنی اینا را میان میرسونندشون تو بهشت، دوباره خودشون بر میگردن مینشینن روی همان منبر. دیگه آنجاست که همه مردم باید بیان، خوب و بد. اونایی که پیش رو بودن اولی حساب رسی مولا برشون میکنن، اجرشون رو میدن، نورشون رو میدن، میبرندشون تو بهش، جاگیرشون میکنن تو بهش. بعد مولا دوباره بر میگردن در صحرای قیامت، میشنن رو نور، منبری از نور که خدا برشون قرار داده. وقتی که خوب و بدها، خوبایی که درجشون از اونا پایین تر بوده و بدها همه می ایستن، دیگه جهنمی را جهنمی به جهنم می فرستن و بهشتی ها را به بهشت می فرستن. السلام عليك يا مولاي يا اول مظلوم يا امير المؤمنين. بزرگواری که این چنین برنامه های رو پیغمبر براشون بیان می کنه، این چنین مقامی دارن که خدا ایشان رو صاحب اختیار قیامت قرار داده، که وقتی شهید شدن بچه هاشون نتوانن علنی بدن مطهرشون رو تشییع کنه، مجبور باشن شبانه تشییع کنن، شبانه به خاک بسپارن. در این چند روز و مثل امشب هم عزیزان آقا شبانه می آمدن کنار قبر پدر. ولی عرض کنم یا امیر المؤمنین، هم خودتون مظلومید و هم اولاد شما، با اینکه در بین مردم بودن اما غریب بودن فرزندان شما، یتیمان شما، اما دیگه کسی اونها رو به اسارت نگرفت، شهر به شهر اونها رو نگرداندن. آه دلا بسوزد برای یتیمان حسینتون، که شهر به شهر و آبادی به آبادی اونها رو در حالی که زنجیر به دست و گردن اونها بود حرکت می دادن. بمیرم هرچم نگاه می کردن سر پدرشون بالای نه، برای خوشنودی امیر المؤمنین یتیمان و خواهران سید الشهدا همه با هم چند مرتبه، یا حسین یا حسین یا حسین. حسین.